to come to Shanghai, my first visit to China, not my last. It's a very beautiful city and an incredibly welcoming people. And I'd like to offer congratulations not only to the winners tonight, but to all that were allowed to participate in this festival, because it's an honor to be asked and your path will arise. The winner of the contest goes to the competition of Melody from Iran. ایشون کارگردان بود نه؟ بله بله. من از طرف شما میگرفتم. خوشحال هستم که شما قدم رنجه فرمودید به خاطر ایران، به خاطر فیلم ایرانی، به خاطر یکی از خدمتگزاران خودتون، بازیگر ایرانی تشریف آوردین. واقعا لطف کردین. خیلی خوشحالم میبینمتون و امیدوار هستم که خسته نشین. مطمئنم این فیلم انقدر جذابیت داره که میمونید. اگر دوست داشتید بعد از کار از من سوال بکنید در خدمتتونم. وقتتون رو نمیگیرم. فقط بدونید یک رسم در شمال ایران، چون این فیلم در شمال ایران تهیه شده، که قاچاقچیان چوب به دلیل مشکلات معاش یعنی زندگی و فقرشون حاضرن که قاچاق چوب بکنن، چوب ها رو از جنگل بدون اجازه جنگلبانی بچینن، ببرن و ببرن بفروشن. یک رسمی در بین این قاچاقچیان هست که کارگردان من به اون توجه کرده بود. اینا اگر که ماموران دولتی و ماموران جنگلبانی یعنی گیر بیفتن، اون مامور رو هر کدومشون میکشن، به هر کدوم بهش یک زخمی میزنن که شریک در قتل باشن و کسی هم نمیتونه، حتی میگن خیلی سالهاست جسد اونا رو هم پیدا کنه گاهی، ولی الان دیگه نیست. این یک چیزی بوده که از قبل اتفاق افتاده. مردم الان اگر هم قاچاق چوب شاید بکنن دست به کشتن نزنن، ولی یک جور قدیم این شکلی بوده و این رسم رو برداشته فیلم کرده. اینجا که اسمش هست رسم عاشق کشی، کارگردان یک جناس یعنی حرف دو پهلو به کار برده، چون کسی که عاشق کارشه و اینجا کسی که در واقع مأمور هست و سرباز هست، و شما حسین عابدی رو در فیلم باران آقای مجیدی دیدین، این توی فیلم عاشق و نامزد دختر منم هست. به این دلیل اسم این فیلم رسم عاشق کشیه. میذارم که فیلمو ببینید تا جذابیتش برای شما شاید حفظ بشه. در خدمتتون هستم، هم برای عکس هم هر چی که بخواین و سوال و جواب در مورد سینما و تئاتر و تلویزیون ایران. مرسی.